یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد. دولتی فارغ از مناقشات جناحی که وعده داد از فشار زندگی بر اقشار کم درآمد کم کند. امروز اما این فشارها به مراتب بیشتر شده و حتی در بعضی از زمینه‌ها چند برابر شده. اوضاع اقتصادی کشور بحرانی است و وضع آزادی‌های فردی و اجتماعی به گفته سازمان‌های حقوق بشری فاجعه بار است. در این برنامه صفحه دو، چرا دولت جناح تندرو در حکومت یک دست از تندروها نتوانست گره ای از مشکلات باز کند؟ با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری با کمترین میزان مشارکت مردم در تاریخ جمهوری اسلامی قرار بود حکومت در ایران یک دست شود. قرار بود قرار گرفتن همه قوه‌ها و اهرم‌های قدرت در دست جناح تندرو از به هدر رفتن انرژی در مناقشات جناحی جلوگیری شود. قرار بود به این ترتیب دولت بر روی حل مشکلات متمرکز شود، به خصوص بر روی وضع اقشار کم درآمد. اما این فشارها بر این اقشار به مراتب بیشتر شده و بخشهایی از طبقه متوسط هم حالا به اقشار کم درآمد پیوستند. چرا این دولت هم ناتوان بوده؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از برلین، و مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از ترکیه، و اینجا در استودیو علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصادی از همینجا در لندن با ما. خیلی متشکرم از شما و خانم محمدی. بذارید اول خانم محمدی صحبت ها رو با شما شروع کنیم. میخواستم اول یک تصویر، وارد جزئیات خواهیم شد در مورد کارنامه آقای رئیسی در این یک سال، ولی نکته شاید بزرگ و وسیع‌تر، یک تصویر از وسیع‌تر اینه که چرا واقعا این به اصطلاح نقشه عملی نشد، یعنی نقشه ناکارآمدی به اصطلاح درآمد، به این ترتیب که قرار بود که یک دست شدن و یک پارچه شدن حکومت کمک کنه و گره ای از مشکلات اینجوری حل بشه که دیدیم نشده. با سلام و خسته نباشید حضور شما و بینندگان و شنوندگانتون. واقعیت اینه که انتظاری که از دولت آقای رئیسی میرفت انتظار معین و مشخصی نبود. خب بخشی انتخابات رو اگر تحریم کردن و شرکت نکردن، یعنی که امیدی به پیشرفت کار ایشون نداشتن. یک انتظاری وجود داشت که شما عنوان کردید که در بخشی از شرکت کنندگان که یک دست شدن دو جناح حکومت کمک بکنه به حل مسائل. ولی واقعیت اینه که اولا یک دست شدن در کشور ما ثابت شده که غیر ممکنه، به این ترتیب که مجلس و دولت، قوه قانون‌گذاری، قوه مجریه، برای هم مسئله ایجاد نکنه. این غیر ممکنه. همین الان، تا الان یک وزیر مجبور به استعفا شده، دو تا وزیر کارت زرد گرفتن. یعنی ما بدونیم که اون یک دست شدن انتظاری که میرفت، اصل اون انتظار برآورده نشده. اما گذشته از اون، هر دولتی با هر شکل دیگری، نه این شکلی که خب به هر حال خیلی خاص بود، در نوع خودش ضد دموکراتیک بود، هر دولت دیگری هم که سر کار میومد در بحبوحه مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور، نمیتونستیم نهایت انتظاری که میتونستیم داشته باشیم تعدیل این مشکلات بود. خب ما حالا میبینیم که آمار میگه در 1400 رشد محصولات ناخالص داخلی 3.5%، 4.5% محصولات ناخالص داخلی با بدون نفت 3.5%، پس و با نفت 4.3%، پس این در واقع رشد منفی نداشتیم. اقتصاد در گرانی و تورم اتفاقی که افتاده، دو تا تفسیر وجود داره. یکی این که کنترل شده اون شیب سریع افزایش قیمت‌ها،
ولی در وضع مردم طبعا در معیشت مردم مشکل تأثیر چشمگیری نذاشته. چه نشانه ای هست که این شیب آرام شده، شیب کم شده؟ همه ارقامی که ما در دست داریم چنین چیزی رو نشون نمیده واقعا. نرخ رشد قیمت ها خود آقای رئیسی صحبت نمی کنه که نرخ رشد قیمت ها رو پایین آورده، میگه آهنگ رشد پایین آمده. آهنگ رشد یعنی اون با اون شدتی که سابق داشت قیمت ها بالا میرفت الان پایین آمده، پایین هم نیومده، اون سرعت رو دیگه نداره. همین رو عرض میکنم خدمتتون. این اگر یک دستاورد باشه، بخش عظیمش محصول مسائلیه که در جهان گذشته. اصل رو بر این بذاریم که دولت آقای رئیسی خواهان حل مسئله هست، ولی اقدامی که مشخص کنه عمل ایشون بوده نیست. اما این امکانات فراهم شده، امکانات دیگری برای رشد و تعدیل مشکلات هست که مربوط هست به روندهایی که در جهان گذشته و در جریانه. شما فکر نمی کنید که خود دولت، وزیران دولت و خود کابینه، خود دستگاه دولت نقشی در این وضع نابسامان داره؟ وضع نابسامان بوده. شما وقتی که آقای رئیس سر کار وضع، من با همین توضیحی که دادم و شما آهنگ رشد رو به درستی به کار بردید، وضع بدتر نشده. ما در زمینه مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی اتفاقات بد جدیدی خیلو داشتیم. در اقتصاد تغییر محسوسی نیست. آقای کاظمی ببخشید، آقای کاظمی میگن که وضع بدتر نشده تو این یک سال. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. ببینید، من یه پیش‌فرض رو اول باید مطرح بکنم، اینکه ما وقتی از دولت ابراهیم رئیسی حرف میزنیم داریم از نظام جمهوری اسلامی حرف میزنیم. هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی تا به این حد با همه ارکان نظام، از سپاه پاسداران، رهبر، مجلس، قوه قضاییه همسو نبوده. در واقع اونها با هیچ دولت اینقدر همسو نبودن. حتی 4 سال اول محمود احمدی نژاد که دوره گل و بلبل اصولگرایان در ایران بود، دولت هم در مجلس معارضینی داشت، هم بالاخره یک جناح اصلاح طلبی وجود داشت که معارض دولت بودند، یک پایگاه اجتماعی داشتند. الان در مجلس مخالفت خاصی نمی‌بینیم. ممکنه که از این به بعد باقر قالیباف کم کم بخواد به خاطر فجایعی که تو این یک سال اتفاق افتاده مسیرش رو تغییر بده، اما مقاومت محسوسی در مقابل دولت در مجلس وجود نداره. جناح اصلاح طلبی هم به اون معنا دیگه نیست، پایگاه اجتماعی نداره، لذا یک حاکمیت یگانه کامل مستقر شده. پس ما عملکرد نظام جمهوری اسلامی رو در این یک سال در نظر می‌گیریم. اگر به 3 بخش تقسیم بکنیم، سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد، خب در سیاست خارجی میبینیم که اتفاق خاصی در بزرگترین مسئله سیاست خارجی ایران، یعنی برجام، نیفتاد. بسیاری فکر میکردن که اگر بایدن بر سر کار بیاد و نامه نوشتن که آقای رابرت مالی رو حتما بگذارید، مشکل ایران حل میشه. اما خب این گونه نشد. یعنی مشکل از دونالد ترامپ به طور خاص نبود، مشکل اصلش این طرفه که حالا حکومت به دلایلی که من فکر میکنم به سمت فرار هسته‌ای میخواد بره، به برجام، تا اینجا به بازگشت به برجام تن نداده با خواستهای فرا برجامی. در عرصه سیاست داخلی و مسائل حقوق بشری که خب دیگه همه چیز واضحه، همین آخرین نمونه هاش صورت زخمی سپیده رشنو و حمله به خانه های بهائیان نمونه کامل اون چیزیه که در سیاست داخلی داره. آقای کاظم اقتصاد جانم، میخواستم قبل از اینکه سوال بعدی رو از خدمتون بپرسم، بذارید مهمان بعدی رو من معرفی کنم. آقای مسعود سفیری با ماست، روزنامه‌نگار از واشنگتن. آقای سفیری خیلی خوش آمدید به برنامه. داشتیم صحبت رو از اینجا شروع کردیم که چرا این دولت یک دست، حاکمیت یک دست، نتونست گره‌ای از مشکلات باز کنه. این رو از آقای کاظمی بپرسم. شما فکر میکنید این دولت، آقای کاظمی، این دولت یک دست تونسته عامل مثبتی باشه اصلا؟ قطعا نه، به دلایل مختلفی، از جمله همون چیزی که در سیاست خارجی و سیاست داخلی گفتم. در اقتصاد هم شما میبینید که تورم بالای 50% و کلی وعده برزمین مانده.
مثلا یه مثال خیلی خاصش میتونه بحث 1 میلیون مسکن ساختش در سال باشه که طبق آماری که داریم تنها 270 هزار واحد به مرحله وام رسیده. چرا نمیشود؟ به دلیل اینکه یک، زیر ساخت ها در این کشور به شدت از بین رفته در عرصه های مختلف. نمونهش همین سیل اخیر رو اگر شما ببینید هیچ زیر ساختی باقی نمانده. و برای حل مسائل کلان کشور در حوزه اقتصاد و سیاست ما به دو عامل بزرگ نیاز داریم. یک، دولت ملت که خب به انهای مختلف در ایران عملا از بین رفته، دولت ملتی دیگه وجود نداره، سالهاست که وجود نداره، الان به شدت تشدید شده. و بحث دوم یک اقتصاد رانتی نفتی بیماره که با ظاهرسازی و انجام یک سری امور ظاهری این به انجام نخواهد رسید. بله، حذف از 4200 و یارانه‌ای و اصولا حذف یارانه ها عمل منفی نمیتونه باشه. میرسیم به این مسئله، ما پیش نیازهاش رو رعایت رو میرسیم به این مسائل. آقای سفیری، شما میخواستم ازتون بپرسم این یک دست شدن حاکمیت چه تغییری ایجاد کرده؟ من سلام عرض میکنم خدمت مهمانان برنامه شما، بینندگان عزیز بی بی سی و همه همکارانتون. ببینید، یک تصوری در ایران وجود داشت مبنی بر اینکه یک دست شدن حاکمیت کمک کرد به اینکه در واقع استراتژی ها و تاکتیک ها همسان بشه، در حالی که نبود. در واقع یک دست شدن حاکمیت الزاما منجر به هماهنگی بیشتر نمیشه، به دلیل اینکه ساختار قدرت متمرکز نیست، ساختار قدرت در واقع پراکنده است. و بعد در بحرانی ترین شرایط آقای خامنه ای در یک انتخابات مهندسی شده، در واقع که دیگه آقای علی لاریجانی در اون حذف میشه و آقای خامنه ای درخواست میکنه که تجدید نظر بشه در موردش، و در واقع خانواده لاریجانی به تعبیری از صحنه سیاسی ایران حذف میشن، دولتی سر کار میاد که به لحاظ کارآمدی، به لحاظ کارشناسی نازل ترین سطح کارشناسی 43 سال گذشته است بعد از انقلاب. حتی دولتی که بعد از دولت موقت سر کار اومد به تعبیری شورای انقلاب کشور رو اداره میکرد، با توجه به زیرساخت هایی که وجود داشت، توان و مالی که در کشور وجود داشت، میتونست کشور رو اداره کنه. حتی در جنگ هم تونست کشور رو تا نوع حدود زیادی اداره بکنه و از رشد در واقع تورم جلوگیری کنه. اما دولت رئیسی به چند دلیل، یکی از اون دلایل بحث سیاست خارجیه که نتونست تنیس و دایی رو پیش ببره، چون اصلا این پرونده پیش آقای رئیسی نیست، پیش هیچ دولتی نیست، این در دست آقای خامنه ای، آقای خامنه ای تصمیم میگیره. و در واقع در سال گذشته این وقت اگر که کسی میخواست بگه که سال آینده ما دچار یک بحران بین‌المللی به نام حمله روسیه به اوکراین هستیم و ایران هم خودش رو در اون جبهه تعریف خواهد کرد و در اون جبهه خواهد ایستاد و حمایت خواهد کرد، شاید کمتر کسی باور میکرد. بنابراین در چنین شرایطی اصولا بحث یک دست شدن نیست. در چنین شرایطی معمولا کشورها و نظامهای سیاسی بهترین ها رو انتخاب میکنن برای خروج از بحران. حتی اعلام وضعیت اضطراری، چون مجلسی که الان وجود داره، این مجلس مگه کارآمده؟ چی کار میخواد بکنه؟ آقای در واقع رئیس مجلس آقای قالیباف فقط سابقه کار نظامیگری داشته، سابقه کار شهرداری تهران داشته. با اصولا شهرداری تهران با توجه مختصاتی که داره نمیتواند در حوزه قانونگذاری توانایی عمل داشته باشه. بنابراین مجموع اینا رو که میذاریم کنار، یک دست شدن حاکمیت فقط یک شعار بود برای اینکه دایره خودی ها باز هم تنگتر بشه. بسیار خوب، بذارید حالا به مسائل اقتصادی و مسائل دیگه بپردازیم. آقای صلواتی، شما کارشناس اقتصادی هستید، کارنامه آقای رئیسی رو از نظر کلیات وضع اقتصادی چطور میبینید؟ من تو چند سطح میخوام وضعیت رو ببینم و خدمت شما عرض بکنم. یکی که اگه قبول بکنیم که بحث اصلی اقتصاد مدیریت منابع هستش و ما بدونیم که کشور ایران در شرایط تحریمی هستش و منابعش به شدت محدود شده، انصافا مستقل از اینکه چه کسی رو بذاریم اونجا، نمیشه ازش انتظار خیلی زیادی داشت. ولی نکته‌ای که هست اینه که
اولا انحصار چه در بازار چه در سیاست به کارآمدی نمی انجامد، به فساد می انجامد. این یکی از دلایل بزرگیه که همیشه سعی می کنن که انحصارها رو از بین ببرن در نظام سیاسی. ولی در سیاس نظامی که این انحصار خودشو در ایران چجوری داره نشون میده؟ این حالا در مورد سیاست، این سوال اصلی شما توی این برنامه اینه که چرا یک دستی جواب نتونسته بگیره. این یک دستی فکر میکنم همون انحصاریه که در فضای سیاسی ایجاد شده. حالا اگر شما به مقایسه نگاه بکنید، مثلا عملکرد دولت آقای خاتمی رو، کمترین فساد رو داشته. دلیلش این نیستش که تمام مدیران سالم بودن، دلیلش اونه که اونجا در بازار رقابت وجود داشت. یعنی یک رقیب بسیار مؤثر مثل اصولگرایان با قوه قضایی بالای سرشون بود و این باعث می شدش که شما سعی بکنی که عملکرد بهتر داشته باشی با فساد کمتر. حالا اگر شما این سیستم رو یک دست بکنید، به نظر من علاوه بر اون منابعتونم به شدت محدود شده باشه، شما فرقی نمیکنه الان مثلا تیم اقتصادی این دولت رو بردارید، مثلا آقای طیب نیا و اینا رو اگه بیارید، خیلی اتفاق خاصی نمیفته. ولی یک نکته آخر هست، اونم اینه که آیا کارهایی میشه انجام داد که شرایط کمتر بد بشه؟ یعنی این شرایط بد رو بشه تا حدی مدیریت کرد، اونم از این دولت بسیار بسیار ناکارآمد و ناآشنا به اصول بدیهی اقتصاد خیلی بعیده. یک دولتی که به شدت تفکرات بسته اقتصادی چپ داره و انحصار رو در همه شرایطش در همه رده ها داره اعمال میکنه. این رو مشخصا بهش اشاره کنید که این رو خودش رو چجوری داره نشون میده در به اصطلاح شاخص های اقتصادی که ما امروز داریم. ببینید، ممکنه که من و شما و مهمانان دیگر برنامه یک دیدگاه های نسبت به دولت های بعد از انقلاب یا قبل از انقلاب و اینا داشته باشه، ولی ما اگه بخوایم خیلی به مسئله مستقل نگاه بکنیم، مثلا فکر کنید که یه جوونی تازه فارغ التحصیل شده از یک دانشکده اقتصاد در یکی از ایالات مرکزی آمریکا، بعد از این دانشجو یا مثلا فارغ التحصیل میپرسی که برو ببین ایران چه جور وضعیتی داره. این شخصی که نمیدونه ایران فرقش با افغانستان چیه، اون راهش چیه؟ راهش اینه که مثلا بره به یک سری از اعداد و رقم‌هایی که بله شاخص‌هایی که بنیادها معرفی می‌کنه، مثلا یکی از معتبرترین بنیادهای آزادی اقتصاد هریتیج. شما وقتی به اون رنگ نگاه می‌کنید و مثلا شرایط اقتصادی ایران رو می‌بینید، می‌بینید که ایران همسایه کشورهایی مثل اریتره، ونزوئلا، بولیوی و این کره شمالی اینا هستش. برای همین فکر می‌کنم که در شرایطی که ما در تحریم هستیم، این تیم اقتصادی میتونه شرایط رو خیلی بدتر بکنه. من در قسمت بعدی اگه وقت بشه در مورد اینکه چجوری میتونه به تورم دامن بزنه، چطور علاوه بر تورم ما گرانی رو هم به خاطر اینکه تولید رو سرکوب میکنیم در کشور دامن میزنیم. این بحث بله. خانم محمدی، وضع اقتصادی توی یک سال گذشته، دلار، ارزش دلار، یعنی در واقع ارزش ریال که پایین آمده، دلار 25 هزار تومان بود، حالا 31 هزار تومانه، 24% 25% سقوط. سکه طلا 31% افزایش. نمیدونم قیمت نان بربری 25% افزایش. همه رو نگاه کنید، 20%، 40%، 50%، 100% افزایش داشته. این رو چجوری شما توضیح میدید؟ مسئله من فکر میکنم همه صحبت کردن و اینکه منم یک بار دیگه هم اشاره کردم به این نکته ای که خود شما هم به درستی خبر داشتید. نرخ تورم به طور کلی 40% هست. مرکز 54% حالا این چیزی که اطلاعی که من دارم.
ولی نرخ نقطه به نقطه باز هم متغیره، بعضی جاها خیلی بالاست، بعضی جاها کمتره. با وجود این یک علائم مثبتی اونجور که مرکز آمار ایران میگه ما همه چیزون رو از اونجا میگیریم دیگه، نمیتونیم بعضیش رو قبول کنیم بعضیش رو نکنیم. به هر حال فعالیت های گروه کشاورزی 3.7% افزایش پیدا کرده، صنایع و معادن 6%، خدمات 14%. اما مسئله مهم اینه که در امر زندگی روزمره و معیشت مردم تأثیری نگذاشته اما بدتر نکرده. چرا؟ چون اون آهنگ بدتر شدن کند شده، بنابراین مردم در این شرایط، ما الان در تمام جهان شاهد رشد قیمت ها هستیم در این سرزمین هایی که ما زندگی، اما این سرعتش خب زیاد نیست، یواش یواش دارن مردم تحمل میکنن بدون اینکه این مسئله باشه. خیلی که جالبه، همین آقای رئیسی هم همین حرفا رو نمیزنه. من داشتم امروز دستاوردها رو از نقطه نظر خود دولت نگاه میکردم، صحبت یکی از دستاوردهای بزرگشون مهار کوویده که میگن تونستن اصطلاح کووید رو مهار کنن، که شاید دارن درست میگن، حدود 58 میلیون نفر دو بار واکسیناسیون شدن، واکسینه شدن، که عملکرد بدی نیست، ولی معلوم نیست چقدرش مربوط به دولت قبلیه که راه رو باز کرده بود، هموار کرده بود برای همچین چیزی. خود آقای اجازه بدید، خود این آقای رئیسی و طرفدارانشون صحبت میکنن که افزایش 3 برابری صادرات نفت داشتیم. خب اگر صادرات نفت شما 10 بشکه باشه، اگر 30 بشکه در روز بشه، خب 300% بالا رفته، و شما بگید که 3 برابر صادرات شده، یه مقدار در این اشاره میکنم. من نمیتونم این چه جور بحثیه، نه بله بالا رفته، 500,000 بوده شده حالا 1.5. شما دارید میگید که این ارقام ارقامی نیست که بشه بهش اتکا کرد، من میگم خودشون دارن میگن، و شما دارید میگید بعضی از این مسائل مسائل خارجی داخلی نیست. من دارم به شما میگم که داخل همینایی که میبینیم، وقتی میگن افزایش صادرات 3 برابر شده یعنی چی؟ صادرات نفت، میدونیم که صادرات نفت در بهترین حالت 1 میلیون هم نیست شاید. خب من چه کار کنم اینو؟ این شما دارید میگید وضع خوبه، بله من دارم میگم 1.5 شده، ولی این هیچ، من به شما عرض کردم، اگر اجازه صحبتم تمام بفهم. من عرض کردم بخشی مربوط به اتفاقات و رویدادهایی که در جهان افتاده و یک امکاناتی رو فراهم کرده، کما اینکه الان اینکه کوریدور شمال و جنوب که ایران یکی از 14 کشوری است که در مسیر اون قرار بگیره، فوایدی برای ایران خواهد داشت و این افق گشوده شده. مسئله واکسیناسیون اجازه بدیم که شما گفتید درسته، اصلا این زمینش در دولت قبل فراهم شده بوده. با توجه به این که من فکر میکنم که آقای سفیدی گفتن یا ما کلن در اون مشکلاتی که داشتیم بعد از یک سال از هیچ دولتی، نه این دولت که ناکار آمده، آقای رئیسی شخصا هیچ نوع تجربه‌ای، مدیریتی، کارایی مشخص شناخته شده اصلا برای اداره قوه مجریه نداره، نه این بلکه هر دولت دیگری در پایان یک سال این نمیتونی شما ازش کارنامه درخشانی. و نکته دیگه، هم دستی مجلس یعنی یکسان شدن رو آقای سفیدی هم خوشبختانه اعلام کردن که میگن که مجلس با یکی از دوستان یا دو تا از مهمانان گفتن که یک دست شده. من عرض کردم اول خدمتتون، یه وزیر استعفا کرده، دو تا وزیر کارت زرد گرفته، آقای ذوالنوری دیروز یا پریروز برگشتن انتقاد کردن که این دولت انگار فقط رو ترید میل میدوه، کار نمیکنه، دائما در مجلس نقده. آیا دوستی که اینجا عنوان میکنه مجلس رو گوش میکنه؟ آقا جان آقای کاظمی شما بفرمایید، این دولت اگر افراد کارآمد و تکنوکرات و کارشناس نداشته باشه، چطور میشه ازش انتظار داشت که یک دولت کارآمدی باشه؟ بله، من ابتدا این صحبت آخر خانم محمدی رو اجازه بدید جواب بدم. بله، من مجلس گوش میکنم همیشه،
اینکه یک وزیری در اثر مسائل دیگه ای استعفا داده یا دو تا وزیر کارت زرد گرفتن واقعا نشانه این نیست که مجلس داره کار میکنه، فارغ از این که اصلا مجلس صاحب اختیاره با اون شورایی که آقای خامنه‌ای تشکیل داد، شورای سران قوا، مجلس عملا کارکردی نداره. از اون طرف اینطوری که خانم محمدی از عمل کرد دولت دفاع میکنه، من فکر میکنم اگه خود آقای رئیسی اینجا بود میگفت خانم محمدی حالا اینطور هم که شما میگید ما نواقصی هم داریم. اما در مورد چینش دولت شما ببینید استاندارانی که این دولت انتخاب کرده از ابتدای کار در چند استان فرماندهان سپاه استان به عنوان استاندار انتخاب شدن و استانداهای دیگه هم که همه به قول آقای خامنه‌ای جوانان مؤمن انقلابی هن. استاندار در استان به نوعی رئیس جمهور در حوزه استانه. از هر موضوعی باید یک سررشته‌ای داشته باشه. این انتصابات. اما اینجوری هم تصور نکنیم که اگه افرادی مثل افرادی که در دولت روحانی بر سر کار بودن الان هم در دولت رئیسی مشغول بودن چیزی تغییر میکرد. نه، شرایط ژئوپلیتیکی، شرایطی که جمهوری اسلامی در بحث خارجی رقم زده و اولویت هایی که داره. شما ببینید همین الان در سیستان و بلوچستان چه خبره، وضعیت چگونه است. یک سال از دولت، اولین دولتیه دولت ابراهیم رئیسی که در سال اولش چندین نمونه اعتراضات خیابانی رخ داده و با سرکوب شدید تونسته از اونها عبور بکنه. در این دولت و در این شرایط اولویت ها چیه؟ آقای حسن نصرالله اعلام میکنه که ایران به ما بنزین رایگان خواهد داد، یا آقای وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان اعلام میکنه که ما حاضریم برای لبنان نیروگاه برق بسازیم. اولویت ها چیز دیگری است، به خاطر اینکه اصولا سیاست گذاری علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی متفاوته با اون چیزی که شاید من و شما به عنوان کسی که از بیرون نگاه میکنه یا مردم ایران ازشون انتظار داریم. جمهوری اسلامی چیز دیگه ای رو داره تصویر میکنه، همون چیزی که آقای صلواتی هم گفت، یک اقتصاد بسته رانتی نفتی که بتونن در همین حد مردم رو نگه دارن که فقط به شورش های عظیم اجتماعی نینجامه و در مقابل سیاست های خودشون رو در بحث هسته‌ای و منطقه‌ای پیش ببرن. صحبت از منطقه شد، سیاست خارجی آقای سفیری چه جوری میبینید؟ ببینید من اول یک نکته رو عرض بکنم. ما در حوزه اقتصاد اگر بخوایم که به آمار رجوع بکنیم، کارشناس نباشیم، به نظرم به بیراهه میریم. با توجه به اینکه آقای صلواتی هم اینجا حضور دارن، ایشون میتونن بهتر با شاخص صحبت کنن. 54% با 40%، حالا فرقی نمیکنه اینها، به نظر من این یه مقدار دور از انصافه، به خاطر اینکه ما در مورد ملتی صحبت میکنیم که سفرهشون هر روز کوچکتر شده. 14% تورم با 40% تورم و 54% تورم نقطه به نقطه خیلی فرق میکنه خانم محمدی. من این رو بکنم جاهایی بالاتر از 60 هم هست. نه خانم، شما اطلاع نداریم. به نظرم مراجعه کنید به آمار و به آمار مطمئن مراجعه بکنید. ببینید در سیاست خارجی ما وارث یک سیاست خارجی دولت آقای رئیسی، ما نه، دولت آقای رئیسی به همت آقای خامنه‌ای و به یعنی وارث یک دولت، وارث یک تنش سیاسی بود در منطقه. اول این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که ایران یک موقعیت ویژه داره. ایران جزء پر همسایه ترین کشورهای جهانه. ما 16 کشور همسایه داریم. با 16 کشور همساییم که دو تا از این کشورها قدرت اتمی هستن، روسیه و پاکستان. ما در آبراه مهم در واقع تنگه هرمز حضور داریم. با تمامی اون کشورها به نوعی دوچار تنش هستیم و نتونستیم جز قطر تنشامون رو، و این تنش‌ها رو هر روز دامن می‌زنیم. کوهنلا یک جمله بسیار مهم داشت، میگفت که اگر ما می‌خوایم به توسعه اقتصادی برسیم باید 50 سال بدون تنش در جهان زندگی کنیم. آقای خامنه‌ای و آقای خمینی برعکس اینو عمل کردن، 50 سالی که ایران رو وارد تنش کردن. ما از گردونه اقتصادی جهان حذف شدیم. حالا شما اینو بیاریم بدیم این کارنامه رو دست آقای رئیسی. آقای رئیسی سال گذشته زمانی که این وقت پرونده اتمی رو تحویل گرفت، این پرونده رسیده بود به نقطه‌ای که فقط باید امضا گذاشته می‌شد توسط آقای عراقچی. از اون لحظه مذاکرات شروع شده. مذاکرات درست زمانی قطع شده بدون پذیرش حضور آمریکا، در حالی که 5+1 نمی‌شونه بشه 4+1. ما تحریم‌های آمریکاست که داره اقتصاد ایران رو نابود می‌کنه، تحریم‌های سازمان ملل که نیستیم که ما الان. بنابراین ما باید با آمریکا مذاکره کنیم که این تحریم‌ها برداشته بشه. ما اونو نپذیرفتیم.
یعنی ببخشید آقای باقری که یعنی جمهوری اسلامی رو نپذیرفت، گفتن نمیخوان اقتصاد رو به مذاکرات گره بزنن. بله دقیقاً، به دلیل اینکه دلیل دیگه ای داشتن، فکر میکردن که با دور زدن تحریم ها، که خود این هم داستانی، اصلا دور زدن تحریم ها تعبیر این کاسبان تحریم چه کسانی هستن که میتونن اینقدر در ساختار قدرت نفوذ داشته باشن که برای دفاع از منافع خودشون منافع ملی رو قربانی بکنن. ما درست یک روز پیش از حمله روسیه به اوکراین مذاکرات رو قطع کردیم با بیانیه‌ای که آقای اولیانوف داد. مگه آقای اولیانوف سخنگوی دولت ایرانه؟ من نمیدونم دقیقا. اجازه بدید خانم محمدی، اجازه بدید، اجازه بدید خانم، اجازه بدید. خیلی خوب مذاکره، اجازه بدید ببخشید آقای ناجی، وقتی که ما مذاکرات وین رو ترک کردیم و وارد بازی جنگ روسیه و اوکراین شدیم، باید میدونستیم که این برای ما تبعات داره. این توهمه که ما اقتصاد خودمون رو با اقتصاد روسیه و چین مقایسه بکنیم. ما اقتصاد نداریم عملا. کشوری که 1 میلیون بشکه نفت داره صادر میکنه چطور میتونه اقتصاد خودش؟ خانم محمدی بفرمایید، صحبت از روسیه شد و کارشکنی های روسیه در مذاکرات هسته‌ای که همه واقف هستیم بهش. یعنی مطلب قبلی کارنامه دولت رئیسی جمع شد؟ نه. چون در مورد اقتصاد داشتیم صحبت از کارنامه آقای رئیسی، دولت آقای رئیسی میکردیم در زمینه سیاست خارجی که هسته‌ای یکی از مواردش. در زمینه هسته‌ای این صحبت آقای سفیری که منتظر یک امضا بود، اصلا انگار این برجام و این پرونده اصلا تاریخ نداشته. یعنی اصلا نه کسی اینو ترک کرده، نه کسی پاره کرده، نه کسی قراردادها رو نقض کرده. امضای آقای عراقچی میخواسته که درست بشه، نه بازگشت آمریکا رو. خب اینو من اگه بخوام وارد این قضیه بشم، ایشون خیلی راحت من میگه شما اطلاع ندارید. خیلی خلاصه لطفا، که اصلا اطلاع ندارم. بنابراین مسئله برجام یک مسئله پیچیده حداقل 20 ساله در آستانه گشایش نبود. آقای بایدن هم که برگشت، اون اولین ابتدایی ترین مقرراتی که میتونست در اختیار خودش بود نقض نکرد. الان هم شرایط جهان بگونه ایه که برجام دیگه ارزش گذشته رو نداره. بهتر بود آقای روحانی هم این همه اقتصاد رو به برجام گره نمیزد. از کارشکنی های روسیه به ما بگید لطفا. چهار نفر شما با هم دارین هم نظری میکنین، اجازه بدین که من بتونم. نه میخواستم ازتون بپرسم، مگه ما شاهد نبودیم که در آخرین روز، و من خودم اونجا بودم، صحبت از این بود که روز بعد یا روز بعدترش قرار بود وزیران خارجه بیان به وین و امضا کنن، که آقای لاوروف در مسکو شروع کرد صحبت های دیگری کردن. حالا من نظر شما رو میخوام، اجازه بدین. همه چی رو به کنار، نمیتونیم تمام وقت برنامه رو بدیم به بگو مگو. من میخوام نظر شما رو بدونم که الان ما چقدر این مذاکرات گروه به اصطلاح مخالفت های روسیه است به نظر شما؟ به نظر من اصلا نیست. بلکه جمهوری اسلامی میخواد که این بار به اصطلاح محکم کاری کرده باشه و به این نکته امیدوارم رسیده باشن که مشکلات اقتصادی کشور بخشیش اگر در گذشته، الان کمتر، در گذشته ناشی از برجام و FATF و اینها بود، عمدش مربوط به ناکارآمدی، عدم مدیریت صحیح این در هم ریختگی اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی که در دولت آقای رئیسی به همون شکل ادامه داد. منو در نقاطی که خودتون میخواین نگه ندارید. من نه آقای رئیسی رأی دادم، نه کارنامه آقای رئیسی رو قبول دارم، ولی اینکه نشستن هی گفتم بعد قبول ندارید، نگفت بماند. خانم محمدی اجازه بدید. آقای سلاواتی، این مسئله هسته‌ای، مذاکرات امروز دوباره از سر گرفته شد، چقدر میتونه وضع اقتصادی رو دگرگون کنه با این وضعی که ما شاهدش بودیم توی یک سال گذشته بیشتر، که همه چی علی رغم صحبت‌های آقای رئیسی که میگه من اقتصاد رو به مذاکرات گره نمیزنم، میدونیم که همه منتظرن که ببینن این مذاکرات بالاخره به کجا میرسه، آیا امیدی هست در ته این تونل یا نه؟ ببینید
متاسفانه ما نه تنها تو ورزشمون یه مثلا هالک ایرانی دیدیم، ما تو اقتصاد هم اینا رو داریم که فکر میکنن توهم این رو دارن که میشود در اقتصاد با شعار رو صحبت کرد. اصلا گره نمیزنیم به اقتصاد. این خیلی چیز بیمعنیه. وقتی شما منابعتون از اونجا میادش چطور میدونی توجه بکنید؟ من چند وقت پیش که توییتی داشتم عرض کردم که ببینید الان چند نفر از رئیس جمهورهای کشورهای همسایه اومدن در ایران رفتن، پادشاه قطر اومد رفتش، پوتین اومد رفت، اصلا دلار تکون نخورد. جمعه یعنی فردا اگر بیانیه خوشبینانه منتشر بشه شما میبینید که به محض اینکه برجام عطسه میکنه دلار در تهران تب میکنه، برای اینکه اونجا واقعیت ها پیاده شده. اگر نمیشه اگر فرض کنیم فردا توافق بشه، امضا کنن، احیا بشه برجام، چه اتفاقی میفته؟ ببینید اقتصاد ایران به شدت کوچک شده، یعنی اقتصاد بالای 600 میلیاردی الان به نزدیک 200 میلیارد رسیده. مثلا اینی که آقای سفری به درستی ایراد گرفتن به یک سری از عدد و رقم ها، شما اگه مثلا 40% رو بگید 54% میشه اختلاف 14% که از تورم، همین اختلاف فقط از تورم آمریکا که در 4 دهه گذشته بی سابقه بوده کمتره. می‌بینید عددها رو وقتی توجه می‌کنید می‌بینید که چقدر این حرف‌ها پایه و اساس ممکنه داشته باشه. فردا اگه برجام امضا بشه با توجه به اینکه اقتصاد ما یه اقتصاد بسیار کوچیکی شده و ما می‌دونیم که نزدیک بالای 100 میلیون بشکه میعانات نفتی و نفت ایران در نفتکشاش آماده تحویل داره، یک عدد بسیار بزرگی که در اقتصاد ایران وارد میشه. ولی مسئله اینجاست که الان دشمن اصلی روسیه در مواجهه با غرب و یا برعکسش چیه؟ واقعا این موشک‌های کروز کالیبر مثلا روسیه، من مطمئن نیستم ولی مطمئن هستم که قیمت نفت و گاز مهمترین سلاح روسیه هستش، که اگر ایران 100 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی رو وارد قیمت وارد بازار بکنه ضربه بسیار مهلکی به روسیه وارد میشه. و من برای همین اصلا تصور نمی کنم که حاکمیت ایران توان این رو داشته باشه که حتی اگر مجبور هم خودش رو ببینه، نیازمند هم خودش رو ببینه، یک چنین اقدام بزرگی بتونه در مقابل روس‌ها داشته باشه. آقای کاظمی، می‌خواستم صحبت رو بکشونم به فساد در حکومت ایران و در دولت. شما خودتون تحقیق زیاد کردید. چقدر این فساد جلوگیری می‌کنه از رشد اقتصادی؟ ببینید اصلا من قبلا هم گفتم یکی از سه عامل بزرگه این که وضعیت جامعه ایران و کشور ایران به این روز افتاده فساده. فساد هم فساد قدرت و هم فساد اقتصادی. در همین بحث یارانه ها اعلام کردن که یک از دلایل این که ارز 4200 رو حذف میکنیم برای اینه که بخش عمده ایش تو جیب رانتکاران میرفت، قیمت پایین بود، قاچاق میشد و از اینجور مباحث. شما ببینید در پرونده های اقتصادی که از سال 1397 تا همین الان در دادگاه‌های تحت عنوان دادگاه‌های ویژه اقتصادی بهش رسیدگی شده که اغلب هم حول دور زدن تحریم‌ها بوده، یعنی فسادی که رخ داده با بهانه دور زدن تحریم‌ها بوده، چه کسانی این فسادها رو مرتکب شدن؟ یک نفر خارج از ساختار حکومت و وابستگان به نهادها و افراد مختلف نمیتونید پیدا بکنید. من یک مثال میخوام بزنم در همین دولت. در لیستی که بانک مرکزی منتشر کرد از فهرست بدهکاران بانکی و مطالبات بانکی که هر بانکی داره که گفتنم هی به روزش میکنیم، در یک نمونه مثلا بانک پاسارگاد 150 هزار میلیارد تومان فقط به 14 فرد و شرکت وام داده و این وام ها بر نگشته، که حالا بماند که اون افراد و شرکت ها اغلب شرکت ها کسانی بودند که اعضای هیئت مدیره همون بانک
در هیئت مدیرش حضور داشتن. آیا این از این فساد بدتر شده تا یک سال گذشته یا همون سطحی است که سابق بود؟ خیلی کوتاه لطفا. وقتی بخواید حجم این رو متوجه بشید، باید توجه کنید که کل فساد بانک سرمایه که با اون صدا بهش رسیدگی شد، با اون سر و صدا و تبلیغات، 14000 میلیارد تومان بود. این 150000 میلیارد تومان رسیدگی نشده، قطعاً بیشتر شده. البته منابع کاهش پیدا کرده، پول کمتری وجود داره، اما بیشتر شده. این که مثل گذشته خیلی بهش عنوان نمیشه، خیلی سر و صدا نداره، به خاطر اینکه افراد هم حذف شدن. الان بیشتر موضوع فساد رو شما میتونید در نهادهای وابسته به سپاه و نهادهای وابسته با شخص رهبر جمهوری اسلامی بررسی بکنید، که خب منطقا بهش رسیدگی نمیشه. تو همین بدهکاران بانکی وقتی لیست شرکت ها رو بررسی بکنید، اغلب وابسته به سپاه پاسداران یا نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی. آقای سفیری، وضع حقوق بشر، سازمان های مدافع حقوق بشر میگن فاجعه باره در ایران. شما بفرمایید چجوری میبینید؟ بله، ببینید، امروز یک خبری از طرف خانم نرگس محمدی که امیدوارم که سلامت باشن در این روزهای سخت و تاریک، و فرزندانشون، همسر محترمشون آقای تغی رحمانی، به نقل از ایشون منتشر شده که وضعیت زندان‌ها فاجعه باره، به دلیل اینکه تعداد زیادی از زنان رو بازداشت کردن و بند زنان در واقع پر شده. پس بنابراین اون چی که در سطح جامعه داره اتفاق میفته در مورد حجاب، ما یه چند تا صحنه شو دیدیم، بقیه رو ندیدیم. حالا این بازداشت شده ها کیا هستن؟ از مادران دادخواه، یعنی مادری که کنار خودش تو خیابون با فرزندش راه میرفته، فرزندش رو زدن و کشتن. این مادر دادخواهه از سال 1398 و الان به جای اینکه دادخواهیشو پاسخ بدن، بازداشتش کردن و به 85 ضربه شلاق محکومی 75 ضربه شلاق محکومش کرد. این وضعیت حقوق بشر. آقای سفیری، اینو در چارچوب چیز میخواستم، در چارچوب یک سال دولت آقای رئیسی میخواستم بررسی کنیم. بله، عرض میکنم. ببینید، در چارچوب یک سال دولت آقای رئیسی تحولات بین‌المللی رخ داده، چون وضعیت اقتصادی همونجوری که آقای سلواتی و سایر دوستان آقای کاظمی هم توضیح دادن، اشاره کردن. ببینید، وقتی وضعیت اقتصادی فلج میشه، وقتی که رانت به وجود میاد، وقتی که کاسبان تحریم آفریده میشن، این کلمه رو که ما اختراع نکردیم، این در اتاقهای امنیتی این کلمه نام برده شده از افرادی که دست اندر کار دور زدن تحریم ها هستند، اینا میشن کاسبان تحریم. بنابراین نهادهای امنیتی قطعا درگیرن با این پدیده، و این نهادهای امنیتی برای اینکه جامعه رو ببرن به سمت یک آرامش گورستانی، با توجه به تحرکی که در رسانه‌های اجتماعی وجود داره، با تحرکی که در رسانه‌های خارج کشور مثل بی بی سی و سایر رسانه‌ها وجود داره، وقت میان جامعه رو سرکوب میکنن. ببینید، آقای خامنه‌ای در 8 تیر ماه یک سخنرانی داشت، این سخنرانی از اون لحظه کلیدش زده شده، یعنی همین چند ماه پیش، که خدای 60 خدای 1401 هم هست. بله، آقای رئیسی در برابر آقای خامنه ای نایستاده. آقای سفیری، بذارید که بگه که نکنید این کارو، بذارید این کارو میزنن. بذارید بریم به خانم محمدی، سرشون رو تکون میدن. بفرمایید خانم محمدی. من واقعا از تکرار مسائل، من که شما سوالی میکنید و پاسخ دهنده هر چی میخواد میگه. مثلا شما میگین که کادر کارنامه آقای رئیسی این حقوق بشر چه جایی داره، ایشون از آقای خامنه‌ای یا از بقیه صحبت میکنن و هیچ مشکلی هم نیست. میخوام اینو در مورد حقوق بشر میخواستم بپرسم. مثلا کیس سپیده رشنو، مثلا، یا حمله به خانه های بهاییان در مازندران. بفرمایید. ببینید، حمله به خانم رشنو، دستگیری ایشون و اون کار از اون وحشتناکتر، اعتراف گیری، بخشی از بهاییه که زنان ایران در داخل، دختران و زنان ایرانی 40 سال دارن میپردازن، هزینه یه که دارن میپردازن و جلو اومدن. خانم محمدی، من این رو از شما پرسیدم در چارچوب یک سال
دولت آقای رئیسی. بفرمایید. منم باید بتونم یه مقدمه ای برای حرفم شما بفرمایید. وقتمون خیلی کمه متاسفانه. برسید به نکته. در یک سال گذشته آقای رئیسی چقدر به نظر شما مسئوله؟ به هر حال وزارت اطلاعات جزی از این دولت دیگه. مگه وزارت اطلاعات همین بازجویی رو از خانم رشنو انجام نداد در تلویزیون پخش کردن؟ مگه حمله به خانه های بفهمید. شما دوباره دارین تکرار میکنید. بفهمید. این عمل از دستگیری هم بسیار بدتر بود، ولی من رو به آینده دارم نگاه میکنم. من دارم یک سال گذشته رو از شما میپرسم. این کارنامه یک ساله رو چطور میبینید؟ در این یک ساله تا دو ماه پیش همه چی آرومتر از دوران روحانی بود، همه چی هم بازتر بود. این دورشی که آغاز شده از جانب هر جناحی به هر قیمتی که شروع شده مسئولش دولته. همیشه مسئول این کارهایی که میشه دولته و نمیتونه دولت تو این پوزیسیون بمونه، برای اینکه این امر به عموم مردم مربوط میشه. فقط مسئله زنان هم نیست، امنیت اجتماعی رو به هم میریزه، خشونت رو در جامعه رایج میکنه. فردا دو تا جوون همراه دو تا دختر با حجاب ممکنه همدیگر رو به قتل برسونن. مسئله مسئولیت دولت اینجا 100% و این از اموری که مسئله خانه بهایی ها که در دوران روحانی هم اتفاق افتاد، یک بار در گذشته هم اتفاق افتاد. من یادم نمیاد خانه ها رو نابود کرده باشن در دوران سابق. این اولین باره من راستش میشنوم که شنیده بودیم که قبرستان ها رو تخریب میکنن، اما من ندیده بودم و نشنیده بودم خانه های بهاییان رو تخریب کنن. شما سرش کنید برنامه ببینید بار چندومه. من معتقدم که بار اول نیست و متاسفانه نه تنها بار اول در بعد از انقلاب نیست، بله. قبل از انقلاب هم ما این تهاجم های فرهنگی رو داشتیم. الان اینا میگن به جرم منابع هم در دخالت در انفال و منابع طبیعی و اینا، در گذشته ما حمله به محلات و دهکده های بهایی ها حتی یهودی ها هم داشتیم و این جامعه هست قبل از هر چیز که باید برخورد بکنه، حامی این مردم باشه، ولی دولت مسئولیتش 100%. دولت در سیاست بسیار راهی که داره میره زیاد به نظر من آقای سلوه سیاست داخلی و افتضاحه. متشکرم آقای سلاوتیان. دولت رئیسی، آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی سر کار آمد با این وعده که میخوام فشار رو بر اقشار کم درآمد کم کنم. چه کار کرد تا این یک سال اقشار کم درآمد؟ ببینید وقتی به عدد و رقم نگاه میکنیم وضعیت بسیار بسیار نگران کننده هستش. یعنی وقتی مثلا به گزارش مرکز آمار نگاه میکنیم و به تورم تولید نگاه میکنیم که یک تورم پیشرو هستش، پیشگویانه هستش نسبت به آینده، ما میبینیم که تورم مورد انتظار خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما تا به حال توی تاریخ دیدیم. تورم سه رقمی تقریبا براش مطمئنن. ولی من برای اینکه متمرکز بشم روی سوال برنامه اینه که در یک سال گذشته مثلا نگاه بکنم به کارنامه آقای رئیسی، من این رو فکر میکنم خوب مقایسه بکنیم با دولت‌های اول هر کدوم از رئیس جمهورهایی که ما در گذشته داشتیم. دولت آقای هاشمی در دولت اولش دلار تقریبا حدود 100 تومان رشد کرد در دولت اول. در دولت اول آقای خاتمی نزدیک 250 تومان رشد کرد. در دولت آقای احمدی نژاد در دولت اول تقریبا رشدی نداشت. در دولت دوم بود که از 1000 تومان به 3000 تومان رسید. در دولت آقای روحانی هم دلار در حدود 4000 تومان موندش و در دولت دوم بود که افزایش پیدا کرد. برای همین وقتی این سابقه کار رو از دولت‌های جدید که با انگیزه میان و با انرژی بالا، همیشه در سال‌های اول ما یک ثباتی در اقتصاد می‌دیدیم، در صورتی که این بار ما تقریباً داریم در تمام شاخص‌های رکود
از تورم گرفته تا بیکاری داریم رکورد میزنیم. ولی من یک نکته هم در آخر عرض بکنم، اینه که یک زمانی شما تورم در کشور تولید میکنید، خب کسری بودجه دارید، میخواید حقوق کارمندا رو بدید، خرجای مؤسسات و نهادها و بنیادها رو بدید، پول چاپ میکنید، تورم درست میشه. مثلا کسی که تولیدی مرغ داره، کسی که تولیدی دامدار هستش، این با همون تورم میره خب سعی میکنه محصولاتش رو با همون تورم تولید بکنه و به همون قیمت بده به بازار. ولی شما این کاری که این دولت کرده اینه که اومده حتی با وجود اینکه خودش تورم رو ایجاد کرده به خاطر چاپ پول، اجازه نمیده که تولید قیمتش رو واقعی بکنه، یعنی یه دونه قیمت دستوری اونجا گذاشته و این قیمت دستوری خیلی پیشرفت کرده. قبلا در مورد مرغ و گوشت بود، الان سازمان برنامه بودجه تعدیل شاخص‌های تعدیلی که برای امسال اعلام کرده در طول تاریخ 40 سال ایران تقریبا پایین ترینه. هیچ وقت ما شاخص یک رقمی نداشتیم. حتی وقتی تورممون یک رقمی بود، شاخص تعدیل ساختمان یک رقمی نبود. الان که ما تورم 3 رقمی داریم، دولت اومده دستور داده که شما اگه راهسازی میکنید نسبت به 6 ماه قبل فقط 3% افزایش قیمت میتونید روی راهسازی انجام بدید. میرید این باعث میشه که تولید کم بشه و وقتی تولید کم میشه ما تورم که داشتیم این دفعه گرانی هم داریم، به خاطر اینکه تولید کم شده، کمبود ایجاد میشه و این بار ما هر دوتاشو با هم داریم، هم تورم و هم گرانی. خیلی وقتمون کمه، از خانم محمدی و آقایانی که دور هستن از ما خیلی خلاصه. من از خانم محمدی میخواستم بپرسم این نگاه به شرق چقدر میتونه برای ایران دردسرساز باشه؟ اصلا نمیتونه دردسرساز باشه اگر که بخشی از سیاست ایران باشه. همونطور که تمام نگاه ایران غرب بود و غرب در به موقع دستش از پشت شاه برداشت، اگر به جای فقط به یک نقطه متصل باشه، هر کشوری پایان و عواقب خوبی براش نداره. ایران باید هم با شرق هم با همه جای دنیا روابط. آقای کاظمی سریع یک نگاهی به آینده، خیلی سریع. ببینید از اونجایی که سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو نیروی قدس سپاه رهبری و مدیریت میکنه، سیاست خارجی و بحث برجام رو آقای خامنه‌ای و اقتصاد داخل و سیاست داخلی رو سپاه پاسداران عملاً در دست داره، به اعتقاد من خیلی تفاوتی نمیکرد چه دولتی سر کار باشه. ولی با همین دولت هم من چشم‌انداز سیاهی میبینم، ضمن اینکه جامعه ایران به شدت مستعد اعتراضات خیلی بزرگی است. آقای سفیری، مذاکرات امروز در وین اگر به نتیجه برسه آیا نور امیدی هست؟ خیلی سریع. بله قطعا میتونه در اقتصاد ایران تاثیرگذار باشه، اما نه تاثیر چشمگیری. مطمئنم. من یک نکته رو میخوام اضافه کنم به این در دقایق پایانی، البته من فرصت کمتری نسبت به بقیه مهموناتونم داشتم. ببینید دنیایی که خانم محمدی ترسیم میکنن یک دنیای آرمانیه که اون دنیای آرمانی با عدد و رقم و واقعیت‌های روی زمین مقایسه نمیشه. اصولا مقایسه کردم در امر سیاست. صحبت من از آینده بود و امید به آینده، بر نگردیم به بگو مگوها، فقط همین 2 کلمه لطفا. بله ببینید اگر که ما به برجام برگردیم باید ببینیم که در چه شرایطی برگشتیم. این در درجه اول. در درجه دوم آیا بانک‌های جهانی حاضرن با ما کار بکنن یا نه. از همه مهمتر این که ما تا زمانی که در داخل FATA رو نپذیرفت باشیم هیچ تغییر شگفتی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد. اقتصاد ایران متشکرم. ببخشید وسط حرفتون پریدم، وقتم تمام شده. خانم محمدی، ملیحه محمدی، از شما خیلی ممنونم. آقای کاظمی از ترکیه با ما، خیلی ممنون از شما. آقای سفیری از واشنگتن با ما، متشکر از اینکه وقتتون رو شما 3 نفر به ما دادید. و اینجا در استودیو آقای صلواتی، خیلی ممنون اینکه تشریف آوردید، زحمت کشیدید. و تشکر از شما پای تلویزیون که با ما بودید. برنامه بعدی ما روز 3 شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.